برای شروع لطف میکنی یکم از خودتون بگید، از اینکه کی، کجا، تو چه خونه ای، تو چه خانواده ای به دنیا اومدی؟ در یه خانواده کاملا مذهبی در شرق تهران به دنیا اومدم. چه سالی به دنیا اومدی؟ 1334 به دنیا اومدم، اسفند 1334. یه خود از حال و هوای دوران بچگیتون، از اینکه پدر و مادرتون چجوری بودن، پدرتون شغلشون چی بود، خواهر برادرتون، یه خود از اونا بیشتر برامون بگید. ما مجموعه خانواده 9 تا اولاد بودیم و پدر و مادر. پدرم شغلش خیاطی بود، خیاط مردونه بود، ایشون از آن گوه مسجدم بود و گاهن در منزلم شبها اذان میگفت یا صبحها برای نماز صبح و خیلی مقید بود به نماز اول وقت. پدرم یه خصوصیات خاص خودشو داشت که به هیچ وجه مدرسه یا کلاسی نرفته بود، حتی زبان انگلیسی و زبانهای دیگر رو تا حدود یاد گرفته بود بدون معلم و عربی به حد وفور بلد بود که این اواخر یکی از تفسیرهایی به نام رو ایشون ترجمه کرده بود و دست خطش رو مقداری البته موفق شد ترجمه کنه، ما دست خطش رو داریم هنوز. اینه که دوست داشت ما هم مدرسه نریم و تو خونه درس بخونیم. گفت دوست ندارم بچه هم توی محیط برم مدرسه، محیط آلوده است و دلم میخواد بچه هم تو خونه درس بخونه، هم چه پسرش چه دخترش. تا اینکه سال 52 بود که شیطانگویان شنیده بود که ما اهل مطالعه هستیم و یه مقدار روی انقلابی داریم، یک سال مونده بود به اینکه دیپلم بگیرم. آقای تونگویان از طریق دوستان جویا شده بود که برای خواستگاری بیاد منزل ما. بعد جلسه گذاشتن منزل خودشون، ما رفتیم اونجا خدمت شهید نشستیم، جلسه آشنایی اولیه اونجا بود، ما در صحبت کردیم و ایشون به این نتیجه رسید که معلوم است که همونه که من دنبالش هستم و همچین حالتی به هم میخوریم برامون. چی گفتید دقیقا یادتون هست؟ یعنی شما پس رفتید منزل دوست ایشون و اونجا اولین بار همدیگر رو دیدید. بله. چطور خلاف عرف عمل شده بوده؟ این چطور نیاد درخواستگاهتون؟ بله، این چیز تصمیمی که شهید گرفته بود آیتون گویان خودشون. بله. مایل بودن. بله، تصمیمی که ایشون گرفتن و دلشون میخواست قبل از اینکه خانواده بیان خودشون به یه نتیجه برسن، بعد خانواده رو بفرستن بیارن منزل و اینا. هیچ وقت مثلا تو ذهنتون خیلی قطعی رسیده بودید به اینکه میخواد با یه همچین آدمی ازدواج بکنید؟ یعنی خصوصیت اون کسی که مد نظرتون بود، حالا چه قبل از اینکه آقای تندگویان بیان خواستگاری شما، چه بعدش که اومده بودن، هیچ وقت میدونستین که مثلا من دقیقا میخوام با یه آدمی با این ویژگی ها ازدواج کنم یا نه؟ اصلا روی مقوله من فکر نکرده بودم. چون میگم که دوتا خواهر بزرگتر از خودم بود، اصلا روی مقوله فکر نکرده بودم که روزی میخوام ازدواج کنم. همیشه به مادرم میگفتم خب خواهرام ازدواج میکنم، میرم من میمونم و شما تنها، شما هم تنها نیستی، منم در تنهایی شما شریک میشم. همیشه تو ذهنم و تو گفتارم این بود. چی شد خلاصه اومدن خواستگاری منزلتون؟ تنها اومده بودن دفعه اولی که اومدن منزلتون؟ دفعه اول با خاله خودشون اومدن، یکی از خاله هاشون رو خیلی دوست داشتن و هم فکر بودن با هم دیگه، ایشون رو آورده بودن به جای مادر. دفعه دوم بود که مادر رو آوردن. یکی از حرفایی که ایشون زدن اینه که فرمودن که من همین روزا ممکنه سواک منو بگیره، آیا شما آمادگی دارین که با یه همچی کسی زندگی مشترک رو شروع کنید؟ اون موقع درسشون در چه وضعیتی بود؟ درسشون و اصلا شرایط مالی و کاریشون؟ درسشون تموم شده بود، یک سال بود که سر مهندس. کار رفته بودن. چه رشته‌ای خونده بودن؟ پالایش نفت. بعد همین پالایشگاه تهران میرفتن، یک سری بود که داشتن میرفتن سر کار. تسوز مالیشون خوب بوده؟ نسبتا بد نبود دیگه، مهندس بود دیگه. تو بعد قرار مدار عروسی و عقد و اینها چجوری گذاشته شد؟ نلا برمون بگیم. دو سه جلسه من یادم، دو سه جلسه ایشون اومدن و صحبت کردن و بعد قرار عقد رو گذاشتن و دیگه منزل خود ما برنامه مختصری بپا شد و خانم‌ها تو منزل ما بودن، حیات همسایه رو به روی گرفته بودیم برای آقایون. تیپ ظاهر ایشون براتون مهم بود؟ اصلا
دقت کردید که مثلا حالا چهرهشون، لباس پوشیدنشون اینا براتون مهم بود؟ بعد پسندیدید، نپسندیدید، چجوری بود؟ بعد نبود تیپ لباس پوشیدنشون، البته خیلی عادی، خیلی عادی بود. همیشه مثلا اهل کت شلوار نبود دیگه، مجلس خیلی رسمی که بود کت شلوار می‌پوشید. دوستاش خیلی راحت باشه همیشه. مراسم عقد گفتید که توی خونه خودتون بود دیگه، بعد عقد کرده موندید یا اینکه مثلا بلافاصله بعد رفتید مجلس خودتون؟ تقریبا یک دو ماه بعدش، من بدون اینکه توقع مراسمی داشته باشیم رفتیم منزل ایشون که همون منزل پدریش بود، ولی خب چون مادر دوست داشت که سریع یک سفره بشینیم دیگه، ما اونجا نذاشتن دست به آشپزی ببریم و همون آشپزخونه مادر شوهرم دایر بود و ما سر سفره پدر شوهرم و مادر شوهرم بودیم، تا اینکه ایشون رو دستگیر میکنن از طرف ساواکو. چند وقت بعد از عروسیتون بود؟ چند وقت بعد از اینکه رفته بودید خونه؟ تقریبا 4-5 ماه گذشته بود، از خیلی کوتاه بود. دفعه آخری که میره دانشکده نفت که بعد از ازدواج ما بود و ایشون میره دانشکده نفت سر بزنه، بعد بچه ها رو تهیج میکنه برای احتساب، بعد وقتی که بر میگرده از همونجا نامه میزنن برایشون که ایشون اینجا باز اختشاش شده، بعد خودست شما ایشون دستگیر کنی. دیگه صبح که تهران میاد در خونه، میره اول محل کارشون رو برمیداره میاره خونه و خونه رو یه مادر بازدید میکنن و خوشبختانه قبل از ایشون از بچه ها رو گرفته بودن، ایشون همه کتاب های دکتر رو جمع میکنه، جمع میکنه و خونه پدر بزرگش قایم میکنه. حدود 7 ماه تمام ایشون زیر شکنجه توی کمیته شهربانی بود و رو هم رفته 1 سال زندانی بود که بقیهش رو توی زندان قصر به سر بود. نامه تو مدت براتون میدادن یا ملاقاتشون رفتی؟ یه نامه یادم دادن زمانی که زندان بودم، ولی تو کمیته شهربانی ما 2 بار به ملاقات ایشون رفتیم. یه بار تقریبا 4 ماه بعد از دستگیری ایشون بود، بار دومم تقریبا ماه 7 بود که در آخرین بار ایشون برده بودن زیر شکنجه، ماه رمضونم بود یادمه، که ایشون هم روزه میگرفت هم شکنجه میشد. وقتی ما ایشون دیدیم خیلی ضعیف و نحیف شده بود. اولین فرزندمون رو باردار بودم، محمد مهدی رو، بعد وقتی ایشون رو دیدم اصلا شوکه شدم، از اون موقع ناراحتی معده پیدا کردم. ایشون میدونستن محمد مهدی تو راهه؟ بله، که اتفاقا تو زندان با دوستان فکر کرده بودن که نامه این بچه رو چی بذارم، ما هم تو خونه. یه عجیب بود که این تلپاتی رو ما داشتیم از جهت روحی بدونه که به همدیگه گفته باشیم. من گفتم مهدی، فکر میکردم مهدی بذاریم، مهدی هم صدا کنیم. و وقتی که به ملاقات ایشون رفتیم ایشون گفتن که نامشو مهدی میذاریم و مهدی هم صدا میکنیم. چه سال بدونیم؟ 53 به دنیا آمدن. چه ماهی؟ ماه خرداد. خرداد 53. یه روز با پدرش اختلاف تاریخ تولد داره. یعنی پدرش بزرگتری محمد مهدی. پدرش میگم من اینو یادم میره که 23 و 24 این دوتا هستن، یادم میره کدومش 23 هم کدوم. چند ماه زندان بودن سال 52؟ تقریبا 11 ماه کامل شد. یک شب ساعت 1 بعد از شب بود، دیدیم که در زدن و قبل از ایشون برادر خدا من اومد منزل، گفتش که داره میاد ایشون الان خونه. اون خبر رو زودتر از ما گرفته بود. بعد ساعت 1 بعد از شب بود، دیدیم که با یه دمپایی پاره و لباس زندان و اینا دیگه هر چی داشت داده به بچه ها، لباسش و ساعتش و کفشش و اینا رو همه رو داده به بچه هایی که تو زندان بود. بعدم که اومده بود تا مدت ها به فکر بچه هایی تو زندان بود، اونگه الان اونا در چه وضعیت دارن سر میکنن، من اومدم تو خونه زندگی راحت دارم زندگی میکنم. از وضعیت جسمی حالشون چطور بود؟ خیلی شکنجه شده بودن؟ بله خیلی ضعیف شده بودن، تا مدت ها باید تقویت می شدن. از جهت روحی هم خیلی به هم ریخته بودن، این تحمل هیچ نوع نابسامانی رو نداشتن، تحمل هیچ نوع حالتی که مثلا بر خلاف میل ایشون باشه نداشتن، خیلی حساس شده بودن. اولین بار که دیدن آقای تندگویان محمد مهدی رو عکس العملشون چی بود؟ اصلا کلن که بچه ها رو کم بغل میکنم، محسن مهدی رو، چون خیلی هم بهش علاقه داشت،
گفت اگه با وصله بهش بشم، اگه باز دو مرتبه خدای نکرده منو بگیرم، بهم سخت میگذره، هم به خودم هم به بچه. مدت از شما چطور زندگی میکرد؟ دیگه نمیتونه سر کار بره، از کار دولتی که من شده بود. آها. بعد یه مدت گذشت، یکی از دوستانش تو بوتانگاز ایشونو خواست که بیا پلماز کار بکن، یه مدت تو بوتانگاز داشت کار میکرد. بعد یک سال دیگه ساواک هم تره تحت ایشونو زیر نظر داشت دورا دور، حتی یه بار در منزل اومدن و بعد ایشون گفتش که خب دیگه تهران دیگه نمیشه بمونیم، هر نه منو همش تحت نظر دارن و نمیشه اینجا نفس کشید. بعد آقای مهندس بوشهری اون موقع از ایشون دعوت کرد که بیا پارسوشی با کار بکن، اونجا مشغول به کار بشه. خب رفتیم رشت. بعد دیگه زمان که رفت رشت درس مدیریت هم شروع کرد، یعنی فوق لیسانس. فوق لیسانس مدیریت صنعتی اون موقع. بعد از یه مدت که رشت کار کرد دیگه اومدیم تهران، به خاطر همین دانشگاهی که بعد میرفت تهران بودیم تا بعد از پیروزی انقلاب. باز مجددن ایشون رو دعوت کردم برای راه اندازی کارخونه رشت بعد از اعتصابایی که امام دستور داده بود اول انقلاب اعتصاب بکنه. سال 57 مهر 57 بود که مریم رو خدا بهمون داد. حاجت چه سالی به دنیا اومد؟ حاجت سال 55 به دنیا اومد. چند سال رشت بودید؟ 53-54 رفتیم، بعد اومدیم تهران دو مرتبه بعد از پیروزی انقلاب رفتیم. چند سال وقت بعد از انقلاب اونجا بودیم؟ به سال نرسید که ایشونو دعوت کردم برای کار پالشگاه آبادان، برای راه اندازی پالشگاه آبادان. بعد از انقلاب چه سمتایی داشتن؟ برای راه اندازی پالشگاه آبادان از طرف وزارت نفت دعوت شدم. بعد همونجا از طرف امام به سرپرستی آیت الله اشراقی به هیئت مسئول هیئت پاکسازی شدن تو آبادان و اهواز. بعد ایشون رو برای مسئول منطقه نفقیز اهواز کردن، تو اهواز مشغول به کار شدن. بعد اونجا بودیم که صحبت انتخاب وزیر نفت شد و بعد دوستانم تونگویان و مهندس بوشهری رو پیشنهاد میدن که دیگه ما اهواز بودیم که ایشون از طرف شهید رجایی تو مجلس معرفی میشه. مهندس جواد تونگویان. جنگ بود که اومدن دنبال ما اهواز، ما رو از اهواز آوردن تهران. ایشون چند سالشون بود موقعی که وزیر شدن؟ 29 سالش بود. موقعی که با شما ازدواج کردن چند سالشون بود؟ 23 سالش بود. سر هاجر خانم و مریم خانم براتون هدیه گرفتن؟ سر هاجر یادمه که بیمارستان بودم، ایشون از رشت خودش رو بعد از زایمان رسون، خیلی عذرخواهی کرد که من نتونستم تو تبریم و اینا. یه گلدونی بنت اونسا میدونست خیلی من دوست دارم. چه گلی؟ من اصلا اسمشو نشنیدم. تک گل میده، گل گوجه رنگ داره، پنج برگه. خوشحال شدی؟ بله. خب یه خاطره خیلی شیرین بود برام موقع. کلا براتون هدیه میگرفتن؟ مثلا من ساعتی دارم از ایشون که این ساعت لنگش کم پیدا میشه. یادم میاد که هم بعد از تولد مریم بود، برای سالگرد تولد خود من و بعدش برد ساعت فروشی، برگشت به فروشنده گفتش که بهترین ساعت تو بده من.